یکی از جنایت‌های بی‌سابقه در تاریخ ایران که توسط این رژیم انجام شده، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. این جنایت همچنان ادامه داره. هفته گذشته در یک اقدام جنایتکارانه رژیم دست به تخریب مزار شهیدان در خاوران زده. در این رابطه گفتگویی داریم با خانم مینا انتظاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی دهه 60. خانم انتظاری، با سلام به شما. منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان تلویزیون ایران آزاد. خواهش میکنم. اولین سوالم خانم انتظاری اینه که اقدام رژیم چی بوده و چه واکنش هایی رو در مقابل اون وجود داشته؟ همچون که تو خبرهای در واقع این چند روز گذشته بود و مقامات بهشت زهرا گفتن، رژیم اقدام به در واقع تخلیه گروه های جمعی در خاوران کرده که متعلق به کشتار فجیع هزاران زندانی سیاسی در قتل عام سال 67 بوده که این با واکنش بسیار سنگین همه در سطح داخل ایران و سطح بین المللی مواجه بوده. از همه بیشتر طبعا خانواده های شهدا که عزیزانشون رو از دست دادن در این جنایات و در واقع مجامع بین المللی واکنش های خیلی سریع و جدی رو نشون دادن. نامه‌ای که خانم رجبی به کمیسر عالی شورای حقوق بشر فرستادن و دیروز هم در واقع نامه‌ای که عفو بین الملل در سایت انگلیسی خودش گذاشته بود اعتراض شدیدی کرد به این مسئله و خواستار توقف تخلیه گروه های جمعی متعلق به زندانیان سیاسی در سال 67 شده، که اینطور که در واقع در این اطلاعیه میگه، یه در سال 67 هزاران زندانی سیاسی در سکوت مطلق کشتار شدن بدون اینکه کسی بفهمه این جنایت در خفا انجام شده و در طی این سالها خانواده های اونها هیچ اطلاعی از سرنوشت و اینکه وضعیت بچه هاشون چی بوده، چرا اعدام شدن و تا به امروز در واقع مثل یک زخم روی بدن جامعه بشری و خانواده های شهدا بوده ادامه داشته و به خصوص وقتی که بحث تخلیه گروه های جمعی میشه، یک ترمی رو که عفو بین الملل به کار میبره اینکه جنایت ادامه دار تا به امروز میگه، یعنی نه تنها خانواده ها نمیدونن چه اتفاقی برای بچه هاشون افتاده، فقط به اونها گفتن که اونها رو در گروه های جمعی همچون خاوران ریختن، اونها به طور سمبولیک میرن به خاوران که در واقع خاوران یکی از گروه های جمعی در ایران هستش، اون هم به دلیل ابعاد بالای کشتار در تهران، و اون را هم میان تخلیه میکنن. این میشه گفت که ادامه جنایت و فشار هست که بر روی خانواده های این شهدا داره میاد. بله، به نظر شما چرا رژیم دست به این جنایت زده؟ اگه بخوایم در واقع این رو از این منظر نگاه کنیم که خود کشتار سال 67 علارغم تمام جنایت هایی که رژیم در طی این 14 دهه انجام داده، یک ویژگی متفاوتی داشته، چه به لحاظ ابعادش که صحبت از هزاران تا 30,000 زندانی هستش و چه به شیوهی که در واقع رژیم به کار برد، یعنی در پنهان کاری کامل، در خفای کامل، بدون با قطع ملاقات ها و اینکه نذاشت تا مدت ها کسی حتی بفهمه چی شده، حتی وسایل بسیاری زندانیان رو به اونها ندادن تا به امروز و خانواده ها نمیدونن چه اتفاقی افتاده و تمام این بیش از 30 سال این پنهانکاری ادامه داشته تا به امروز، میبینیم که کاری هم که تو الان داره میکنه ادامه همون جنایته. تلاش رژیم این بوده که دنیا نفهمه که چنین جنایتی رو در این ابعاد انجام دادند و اینکه حالا هم که میاد گورهای جمعی رو میخواد تخلیه بکنه، که البته فقط خاوران نیستش، همین یکی دو روز قبل توی فومن این کار رو کردن، یکی از مزارهای گورها، یکی از گورهای جمعی رو تخلیه کردن، قبلا هم در اهواز گورهای جمعی رو
پارک و اینها تبدیل کردن، مشهد، تبریز، شهرهای مختلف سالهاست که دارن این کارو میکنن و تلاش رژیم طبعا در واقع پاک کردن آثار جرمش هستش و اینکه این اسناد رو از بین ببره، چیزی که عفو بین الملل هم به اون اشاره داره میکنه و میگه و متاسفانه رژیم وقتی این کارها رو داره میکنه از باید در واقع جامعه بین المللی داره این سوال میکنه که چرا دستش باز هست که این کارو بکنه و این برمیگرده به اون امنیت سیاسی که در واقع آمران و عاملان این جنایت داشتن که تا به حال دستشون باز بوده و این جنایت رو دارن به صورت ادامه دار تا به امروز میکنن. اما اون چیزی که مشخص هستش به یمن جنبش دادخواهی که سالهاست ادامه داره با تلاش خانواده های شهدا، با تلاش شاهدان این جنایت، با تلاش های در واقع هم در رأس این جنبش دادخواهی خانم رجبی که دارن انجام میدن و تا به ادامه داره و ثبت شده این جنایت در مجامع بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت، این اطمینان رو در واقع باید به عاملین و عامرین این جنایت داد که وقتی در واقع موضوعی ثبت میشه به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمیشه، در هر زمانی این جنایت قابل پیگیری هستش، عاملین و عامرین اون رو میتونن در واقع مورد پیگرد قرار بدن، دستگیرشون بکنن، همونجور که اعضای حزب نازی آلمان بعد از گذشت 60 و 70 سال از جنایاتی که کرده بودند در جنگ جهانی در سنین کهولت اونا رو یه وقت می‌دیدیم مثلا در یک شهری در آفریقای جنوبی یه همسایه میرفت گزارش میداد که این مثلا عضو حزب نازی بوده و اینو دستگیر میکردن و با صندلی چرخدار میارن توی دادگاه های بین المللی و محاکمش میکنن و باید که پاسخگو باشه. این سرنوشت عاملین و عاملین این جنایات که همچنان در حاکمیت هستن و شامل همه جناهای رژیم میشه، از میرحسین موسویش گرفته تا رئیسی تا همین روحانی، همشون تک تک باید و خود خامنه ای و تک تک کسانی که در این 40 سال در واقع سرنوشت مردم دستشون بوده باید پاسخگو باشن و بدونن که حتی اگر بیان این اسناد رو از بین ببرن، حتی اگر بخوان باز هم در واقع زجر بدن خانواده های اونها رو، به جامعه بین المللی در واقع به افکار عمومی بخوان بی‌اعتنایی بکنن، به این شکل نیست که بتونن از زیر بار این جنایت در واقع فرار بکنن و در هر زمانی حتی اگر سالها از اون بگذره جامعه بین المللی گریبان اونها رو خواهد گرفت، باید در دادگاه های بین المللی جوابگوی جنایات خودشون باشن. بله قطعا همونطور که فرمودید پاسخگوی جنایاتشون خواهند بود. با تشکر از حضورتون در این برنامه، از اینکه دعوت ما رو خانم انتظاری پذیرفتید. منم تشکر می‌کنم از وقتی که